امیر تتلو اینجاست. امروز همونجور که قولشو داده بودم بهتون، قراره که با هم دیگه با همین فیس امیر تتلو که ساختیم و لنگش توی دنیا نیستش، نه توی PS، نه توی فیفا و نه توی هیچ بازی دیگه از لحاظ جزئیات تتو و هر چیز این چهره، قراره که با هم دیگه بریم توی PS21 بیکام لژند و ببینیم که آقا اگر امیر تتلو فوتبالیست میشد توی چه تیمایی میتونست حضور پیدا کنه، آیا میتونست خارج از کشور بره لژیونر بشه و به تیمای بارسلونا، رئال مادرید راه پیدا بکنه و اینکه اوورالش تا چه حد میتونستش پیشرفت بکنه و غیره. واسه یه فیس عادی 4 ساعت 6 ساعت نهایتا یه روز زمان گذاشته میشه، اما واسه این فیس 7 روز تست و ساخته شدنش زمان گذاشته شده و اینجوری نبوده که همینجوری یه دونه عکس بگیریم بچسبونیم بشه امیر تتلو، نه دونه دونه رفتیم عکس رو پیدا کردیم با جزئیات کامل. یعنی اگر همین عکس رو شما بخواید پیدا کنین با این کیفیت توی اینترنت نیست، ما دونه دونه رفتیم تتلو رو پیدا کردیم به همدیگه چسبوندیم تا شده این فیس. پس لطفا برای این زحمتی که واسه این ویدیو گذاشته شده اصلا هزینهش به کنار، لطفا این ویدیو لایک کنید و میدونم حتی ببینید سر خود ویدیو. دوستان اولین کاری که من کردم اومدم تمام لیگ برتر ایران همه تیماشو اضافه کردم با آپدیت جدیدش، همه بازیکنان جدید هستن، همونجور که میبینید 16 تا تیم جدید لیگ برتر ایران هم هستن، لباساشون هم جدید جدیده و هیچ مشکلی توش نداره. هر بازیکنی که ما میسازیم و وارد PS21 میکنیم که باشه حالا بیکام لژند بریم، حالا در ادامه هم افراد دیگه هم میسازیم، از شهری که متولد شدن، مثلا امیر تتلو تهران متولد شده، از اون شهری که متولد شدن تیم باید انتخاب بکنیم. مثلا تهران هم پیکانو داره الان توی لیگ برتر، هم استقلال داره هم پرسپولیس، اما طبق این ویدیویی که خود امیر تتلو توش صحبت کرده پرسپولیسیه، پس مکو رو باید از پرسپولیس شروع بکنیم. من از بچگی پرسپولیسی بودم، خب چیکار کنم دیگه، تو ذهنم اینجوری افتاده، اصلا پرسپولیس خوشم میاد. اما یک مشکل دیگه هم هست. اولا که اینو بهتون بگم که ما اوورالشو گذاشتیم 90 به خاطر اینکه بتونیم سریعتر ترانسفر بشیم و بتونیم توی لیگ بهتر کنیم و در کنار اون بتونیم یه ویدیوی خیلی جذاب داشته باشیم. اما بعد اینم بهتون میگم که سنو الان اینجا زده 24 سال سن، اما در اصل 34 سالشه، چون در ادامه فصل اوورالش پایین نیاد من اوورالشو آوردم روی 24 که سریعتر اوورالش رشد پیدا کنه، مگر نه اگر 34 بودش بازی اینجوریه که زودتر افت اوورال میده به بازی. شمارش هم کردم 78 کلا شماره خودش، اما 10 هم میتونستم بذارم چون مارادونا روی دست چتو کرده و گفتم آقا 10 و همه دارن، شماره 10 و همه دارن. چیزی که یک فرد خاص میکنه اینه که از شماره خاص استفاده بکنه، اصلا همون 78 گذاشتیمش. اما اینجا مینو رو فارسی کردن که همتون متوجه بشین و چیزی که هستش این بازیکن هیچ اسکیل و مهارتی نداره و این یعنی اینکه ما همینجوری که داریم توی بیکام لژند میریم جلو باید به این بازیکن اسکیل و مهارت رو اضافه بکنیم و به مربی اون آقا بفهمونیم که ما کجا میخوایم بازی کنیم کجا نمیخوایم بازی کنیم. اما من تتلو رو داشتم مهاجم، احساس میکردم که مهاجم باید بذارمش، مهاجم گذاشتم دیگه، به صورت دیفالت مهاجم هستیم. اما اینجا هم باید به مربی بگیم که آقا علیکی اینجا درخواست نده و ما فقط جایی که قرار بازی کنیم مهاجم نوک قرار بازی کنیم. توی بخش تمرین هم ما باید حالا اینجا یه سری ویژگی ها بهش اضافه بکنیم، شوت و سرعت و اینا رو ببریم بالا. البته اوورالش 90 دیگه چیز خاصی نمیخواد، همینجوری هم میتونه بره بالا، اما من دفاعشو ازش میگیرم چون مهاجم دفاع نمیخواد، به شوتشو از اونور به فیزیک و استقامتش خیلی مهمه اضافه بشه، چون سرعت حالا خیلی مهاجم نوک نمیخواد، این 90 دیگه داره سرعتشو. ویژگی هم بعدا بهش اضافه میکنیم. بله اینجا میبینید که امیر تتلو پشت میکروفون ها قرار گرفته، چه خوشگل و زیبا. داشتم فکر میکردم که اگر امیر تتلو خدایی بیاد توی پرسپولیس، چون یه برنده چقدر هوادار به پرسپولیس اضافه میشه، حتی استقلالی هم پرسپولیسی میشدن، حالا اگر استقلالی بود برعکس. آبا این چیزا کاری نداریم، میخوایم بریم هم دیگه بازی رو شروع بکنیم. اما اینم بهتون میگم که گیم پلی هم داریم، اگر استقلال پرسپولیس به هم دیگه خوردن جاهای حساس، گیم پلی یه دونه داریم، شاید هم دو تا داشته باشیم. راستی اینم بهتون میگم که من امیر تتلو رو داشتم توی لیست تعویضی ها، توی لیست فیکس نذاشتم که خود یحیی گل محمدی ببینه که آقا این بازیکن ما بذاریم توی ترکیب اصلی یا نذاریم، که یه جوری کار واسه تتلو یکم سخت‌تر بشه. الان میخوام ببینم که توی ترکیب ما رو گذاشته یا نه یحیی گل محمدی. بله او عیسی کسری رو گذاشته پشت ما بازی کنه، مرسی آقا یحیی. به نظرتون توی یک فصل امیر تتلو با این اوورالی که داره میتونه آیا آقای گل لیگ برتر ایران بشه یا نه؟ به نظرم میتونه. آقای تتلو رو مشاهده میکنید، خیلیاتون گفته بودین که چرا دست و پاش تتو نداره. آقا خدا وکیلی اینو بهتون میگم که با سف بیسش ما فقط یه هفته زمان گذاشتیم، یعنی تیم اومد یک هفته زمان گذاشت فقط با خاطر اینکه عکس ها رو پیدا کنن، دونه دونه تتوها رو پیدا کنن. نزدیک 1 میلیون فقط واسه این فیس و تتوها هزینه شده، چون از دست ها عکس های خیلی زیادی در دسترس نبود، ما نتونستیم دست ها و پاش رو کامل درست کنیم و حالا بحث هزینه هم یکم بود. اما اگر حمایت های شما باشه و لایک های این ویدیو بترکونه، حتما هم دست رو درست میکنیم، هم پا رو و کلا کل بدن و هر جایی که بشه رو. بازی رو رد کنیم ببینیم که امیر تتلو چیکار میکنه تو این بازی. یک خدایی ظلم کامله که امیر تتلو با اوورال 90 تو پرسپولیس باشه، بعد 1-1 کنه پرسپولیس. امیر تتلو یه بازی کرده 6 تا امتیاز، گل نزده تو این بازی. سوپرکاپ 3-0 امیر تتلو گل نزد.
دریا بازی نمیدی به ما؟ آقا پرسپولیس همش داره میبازه، از نساجی واسه چی تو هیچ ما باختیم؟ 16امیم اول فاز آخر جدولیم، 4 تا بازی کردیم هیچ گلی نزدیم، چقدر بد. تطلو رو بازی میده چرا واسه ما گل نمیزنیم؟ مثلا او تو لیگ قهرمانان افتادیم به شهر خودرو. البته پرسپولیس که این فصل لیگ قهرمانان نداشت بقدر حواشی و اینا، آیا می توانیم به رئال مادرید برویم یا که نه؟ پرسپولیس آخر جدوله. آقا یه ذره چند تا اسکیل به امیر تطلو اضافه بکنیم، به نظر من دیگه شوت و ایناش کافیه، دریبلش رو کم ازش میگیرم، دریبل خیلی حالا مهم نیست، اما امیر تطلو مهارت کار به توپ بالا یاره. چی اضافه کنیم؟ من میگم یه پا دو پا اضافه کنیم واسش به عنوان دریبل، چون شوت و اینا هم خوبه. من میگم یه پا دو پا بهش اضافه کنیم. یه پا دو پا چند روز زمان میبره آقا؟ چند روز زمان میبره؟ اگه سه تا خونه پر کنیم 112 روز زمان میبره یا بالفاز، یعنی تقریبا یک سوم سال. توی لیگ قهرمانان ساعت 6 بعد از ظهر خوردیم به استقلال، توی لیگ قهرمانان توی قسمت حذفی بازی ایرانی. آقا یحیی میدونه چه الماسی گیرش اومده که همیشه میدارتش تو باشه. ببینن ترکیب اونو، آقا تطلو که قطعا مهاجم نوک قرار گرفته شده، آقای مهدی عبدی پشت تطلو بازی میکنه ماشاءالله. امیر تطلو رو بریم ببینیم، امیر تطلو فکر کنم آخر باسته باشه چون مهاجمه، ببینیم کجاه کو. بله چه زیبا میدرخشد، گفتم آخره اشتباه نمیکنه ماتیپس. بله امیر تطلو، به به بازی شروع میشه. آقا تطلو چقدر زیبا داره میدوه. این امیر تطلو فقط استودیومو ببین، خدا چه صفی کشیدم واسه دیدن امیر تطلو. برو 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 نعمتی، نعمتی پاس، نعمتی پاس، بده تو، بده تو تطلو. جزئیاتو از بغل فقط نگاه کن، یک دونه از این تتوها از خودمون اضافه نشده، همش واسه خودشه و همش هم دقیقاً جای خودش قرار گرفته. نگاه کن حتی ریزترین تتوها هم قرار گرفته، حتی گوشش رو نگاه کن ریزترینش هم حتی هست، روی سرش هم شیرش رو میتونیم ببینید. خطا دیگه. برای اینکه این پیسو داشته باشین توی PS21 فقط PC ها میتونن این پیسو داشته باشن. برای تهیه چه میتونین به همین آیدی که زیر تصویر دارین مشاهده میکنین توی تلگرام پیام بدین و تهیهش کنین این نسخه رو. و اینم بهتون میگم که گارانتیه، این هم بهتون میگم که اگر 1% روی سیستمتون نصب نشود بولت پولتون برگردون نمیشه، خیالتون راحت باشه. اینو آدمی از خودم میشنوین تل توپ رو میگیره، پاسشون میده، خود تتل رو بندازه. آها ماشاءالله. رام بده بیاد، بده بیاد ابله بابا. آها ماشاءالله، آمو شده تطلو تک به تک به دروازه‌بان، خود تطلو توی در کم نمیذاره تطلو ماشاءالله. فقط تصور، بله گوشو میره سلفی بگیره. بله اینجا میتونی جزئیات فیسو ببینی چقدر زیبا گوه، خدایی خیلی قشنگ گل زدم. بله چه جبی میده به ورشگاه، از که 100,000 نفری آزادی همه اومدن واسه تطلو. خدایی استقلالی ها هم اگر تطلو پرسپولیس بود فقط واسه تطلو میومدن، مطمئنم حتی اگه برعکسش پیش میومد. آقا من میگم همین بازی رفت و بازی کنیم، بازی برگشت رو بذاریم خودشون بازی کنن. هان من اینجا کمکشون میکنم، میتره کنم واسه شون بازی دوم و دیگه زحمت بکشین آقا یا خود بازی کن. چرا انقدر تعداد دفاعی استقلال زیاده؟ چیکار میخوام بکنم با این همه دفاع؟ نمیذاره توپشو بگیرن به همین آسونی ها. خود تطلو حالا شوت، ما واسه چی کورنر بزنیم مگه؟ بذار من بکشم دیگه، نمیفهمم که آخه کدوم مهاجمی میاد کورنر سان میکنه. آهان بدون آفساید میزنه و توی دروازه، همه میریزن سرش. آره جزئیات تتو سبالک سرم که دیدید. حالا اینجا یک کات، وای ستا رو نتونستم، وای جون 78 پرسپولیس دو تا گل زد، بهترین بازیکن زمین. تو لیگ داریم گند میزنیم، از اون ور داریم لیگ قهرمانان فتح میکنیم. نمیدونم اصلا فازمون چیه، ان شاءالله که دیگه خودتون بازی میکنین این بازیو ببرین، بازی برگشتو. یا علی چی شد؟ خاک تو سرتون، پنالتی باختیم. او نه امتیاز زمین. بریم آخر فصل ببینیم چی پنجره کی باز میشه. آقا کی ما میتونیم بریم بیرون آخر فصل ببینیم تا چه تاغر بس چند تا گل میزنیم. آقا پنجره نقل و انتقالات باز شد، نیم فصله ما ببینیم که توی کدوم تیم بریم. به نظرم رئالو بگم رد نکنه، خدای 50% احتمالش هست که دیگه رد نکنه، نخواستن تطلو. میریم درخواست انتقال به بارسا رو میدیم، خواست بارسا ما رو خواست. چقدر میشه 22 میلیون دلار؟ اگر دلار 30 تومن باشد 660 میلیون خدای کمه. آقا پذیرفتم، خدای فکر کن تطلو خودش اگر فوتبالیست بود هم به خدا تو برند مثلا باشگاه کمک میشد، هم هواداراش بیشتر میومدن تو استادیوم. بعد امیر تطلو رو مشاهده میکنیم میره واسه وسط قرار و کنفرانس مطبوعاتی اگر اشتباه نکنم. بله چه تتوهای زیبایی، تتوی ایرانش هم مشاهده میکنید که در لالیگا بله ایرانش میدرخشه. امضا که میکند قرارداد رو بعدن حالا بر بستش و چی میکنه. سلام نام من امیر تتوی هستم، میخوام از که از قدران ببینید من و همه
تشکر کنم. خب تو استادیوم میبینمتون. اوه امیرزاده رو همین اول اوبامیانگ و انداخ کنار و گفت امیرزاده رو اینجا هستش، تو اینجا چقدر از این میکنی؟ خب آقا رئال بارسا پوستر رو نگاه کن، تو فقط پوستر رو نگاه کن. وای یک هیچ باختیم، وضعیتمون بد و بدتر شد. ای بابا بارسا چقدر داد گند میزنه. حذف شدیم که از 800 جا. میشه بریم اولین روز نقل و انتقالات میشه بریم؟ اوه پیشنهاد داره تدلو، اتلتیکو سیمئونه خواسته. آقا من میگم میتونیم بریم، ولی بذار یه پیشنهادم به رئال بدیم، یه درخواست انتقال بکنیم از رئال، ببینیم که ما رو میگیرن این دفعه یا نه، چون به نظرم خوب داریم کار میکنیم. نخواست منو رئال. جدول اتلتیکو دومه. خب بله با باشگاه اتلتیکو قرارداد میبنده، میره واسه اتلتیکو، ان شاءالله پولی باشه واسه رئال مادرید. بله میره واسه بسته قرارداد، این دفعه توی اتلتیکو مادرید چقدر جابجایی های سریع داریم میشیم، ولی انتخاب های خوبی داره. از ایران اومد بارسا، خدایی بعد میره واسه یه کنفرانس مطبوعاتی به خنده های همیشگی. خنده هاشو خدایی من نیم، دست من نیست، ولی میخنده نیم دست من با تتوهای زیبا. بچه جزئیاتی داره صورت بناس. چون که در این اتفاق شرکت کردن تشکر کنم، من بعد از امضای قرارداد با فلان رو ابرها سعی میکنم، این یه ماجراجویی امیدوارم بتونم جواب اعتمادتون رو بدم. قطعا همینطوره. تتلو اومده چقدر اتلتیکو مادرید؟ شماره منو چند دادین؟ شماره تتلو رو چند دادین؟ 7. باش آقا تتلو رو بازی داد، تتلو تو رخگن. اوه چه چیزی آقا، میریم واسه بازی، میریم واسه بازی. را من تو رخگن بودم، لباسم در آورد. چی داری میگی؟ درستک من بازی رو ند. تتلو هنوز بازی نکرده توی چیز اتلتیکو. های خاک اون سر اتلتیکویی که ما رو بازی رو ند. پس پاسی آقای سیمون ما رو خواستی میشه بگی یه غلطی کردیم اومدیم اینجا، نمیشه بریم. بازم بهتون میگم برای اینکه بتونید فیس تتلو و مینی فیسش رو داشته باشین، برای تهیهش میتونیم به آیدی تلگرامی که این زیر هست پیام بدین و از اونجا تهیهش بکنید. این هم بهتون ضمانت میدم اگر 1% روی سیستمتون نصب نشود پولتون به طور کامل بازگشت داده میشه. اما دقت کنید که حتما باید روی PC و PS21 این کارو انجام بدین، یعنی این دو تا رو بعد داشته باشین و روی کنسول متاسفانه فعلا نمیشه. و اگرم خواستین که فیس خودتون هم درست بکنیم، حتما توی همون آیدی زیر که الان دارین مشاهده میکنید توی تلگرام پیام بدین، فیس خودتون هم امکانش هست که توی هر PSC درست بکنیم. درخواست انتقال میدیم، ان شاءالله رئال دیگه ما رو بگیره به آرزومون برسیم. بله نه اصلا نمیخواد رئال ما رو، یه بار دیگه به رئال بگم شاید ما رو گرفت. نمیخواد ما رو رئال. وای وضعیت بد شد. من سیتی ما رو میخواد. من سیتی فکر نمیکنم به دردشون بخوریم، یعنی اصلا بهمون فکر کنم بازی نمیرسه، خیلی بد میشه. ولی ما رو خواست، ما رو خواسته آقای پپ گواردیولا، 26 میلیون دلار. بریم بریم، بهتر از اینه که اینجا باشیم بپوسیم. من احساس میکنم ما که ما ثباتمون رو بیشتر کنیم توی تیم، ما خیلی جابجا نشیم. و اگر پیشنهادی دارین که آقا مثلا با اوورال 85 شروع کن، با اوورال 80 شروع کن، اینم بگین. افتخار ما، افتخار. خب شانس پوشیدن. خب تو روز مسابقه من قطعا در اولین مسابقه هم بتره کنم، متشکرم. قطعا میتره کنی. بریم واسه اینکه پپ به ما بازی بده، کنم بازی بده ما رو. او همین اول کار ما رو گذاشت تو در عین ناباوریش. حالا به نظرتون تتلو توی این فصل که فصل آخر بازیشه چیکار میتونه بکنه؟ به نظرم فصل خیلی خوبی رو در پیش داره، یه بازی کرد یه گلم زد. بریم واسه نیم فصل ببینیم تا نیم فصل چیکار میکنه و خوب میتونه پیش بریم یا نه. آقا شماره ما رو 78 بده، تو چه زبونی به شما بفهمونیم نمیدونم. اوه آقا ببین چی شد، بازی داریم با اتلتیکو. پوستر رو ببین فقط، رفت و برگشت، هر کی ببره میره فینال. ان شاءالله که بریم بریم دهن سیمونه. او سف سف شد بازی برگشت. من میگم بازی کنیم، نظرتونه؟ بزنیم بره ببینیم. بله 4 برگشت بردیم، میذاریم تو دهن آقای سیمونه. 4-1 بردیم، رفتیم فینال چمپیونز لیگ. به نظرتون میتونیم فینال چمپیونز لیگ رو فتح کنیم آقای تتلو؟ قطعا ما فینال رو بازی میکنیم، قطعا دیگه فینال رو بازی میکنیم. بازی آخر ببینیم، اول میشیم بازی آخره رو. توی لیگ اول نشدیم، دوم شدیم، لیورپول اول شد. امیر تتلو چرا نباید جزت بهترین های سال باشه؟ خیلی دیگه ناحقی. باشه خب فینال چمپیونز لیگ با رئاله، رئالی که امیر تتلو همیشه دوستش بره توش، الان مقابلش قرار گرفته در کجا؟ الان مشاهده میکنید خود امیر تتلو رو که قرار مقابل رئال بازی کنه. ما تحت حمایت خیلی از مردم، برای آدم ها مهمه که بریم اونجا و یه جام برنده شیم. قطعا برنده میشیم مگر الکیه؟ خب خدا رو شکر ما رو گذاشته داخل. اف ای کاپ نگرفتیم، چلسی گرفت، لیگ هم که لیورپول گرفت، چمپیونز لیگ مهمترین جام فوتبالی و
ببینیم توی میگیریم یا نه. خدا رو شکر که ما رو تو ترکیب قرار داد، 78 هم دادش بیام اون شماره شو. این جواب پپ رو بهش میدیم آقا. آخر صفحه نشون بود آخرش. بله چقدر میدرخشه این بازیکن. خدا تتلو میزننش اونجا هم تطور خودش کم نمیذاره، میزنه خوبم میزنه. یا علی یا علی، کارت زرد دقیقه 2 خیلی وضعیت وخیمه. بیا 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 بیا، گلو زدیم آقا، گلو زدیم. برو پیچ شادی گل کن بابا، رسانه ها نشونت بدن. حالا تتلو توی در خدایی محصول پرسپولیس می چیکار کرده، چیکار میکنه آقا؟ آرام باش، آرام باشی، تیت چیز خاصی تتلو این گلا زیاد زده، مشکل نداره. چه گفت ولی خدایی چه گلی. بله اینجا هم شادی گل زیبای خودش رو به نمایش گذاشت. آهان آهان آهان، حالا شوتو توی دروازه، تغییر تمام تمام میکنه کارو، میره واسه سل چه سل بی، یا میره سل بی که به یاد ماندنی خواهد بود. چه سپیسی داره خدا وکیلی، خدایی حال کن. یه دونه یه پادو پا یه شوت. بله نیمه اول تمام میشود با دو گلی که ما زدیم و یک گلی هم که آقای سیلوا زد. حالا با خیلی بد تتلو رو گرفته، خیلی بد گرفتدش. آهان میره دیگه تک به تک با دروازه‌بان، تک به تک، حالا شوت و توی دروازه، هتریک تو فینال چمپیونز لیگ. آروم باشین دوستان، از این گلا زیاد زد. باز هم میگم برای سفارش این فیکس فقط کافیه که از طریق لینک تلگرام زیر وارد بشین و پیام بدین، اونجا جوابتون رو میدن، یعنی خودم جوابتون رو میدم و فیکس بهتون تقدیم میشه. اگر هم دارم میگم باز دوباره 1% روی سیستمتون نصب نشود، تضمین این رو میدم بهتون که پولتون به طور کامل برگشت داده میشه، فقط باید پی سی داشته باشین و روی کنسول نمیشه. خیلی جلو انداختی ماشاءالله، چی کار کرد؟ اوه آقا گلای این خیلی نماز بالا باش به بالا برا، یعنی بهترین بازیکن تقریبا نمیشه. وقتی به حرف من گوش نمی کنی، 4 بار درخواست میدم آقای آنچلوتی، گوش نمیدی و جواب من رو نمیدهی، درخواست من رو رد میکنی، درخواست تتلو رو رد میکنی. باش من دیدی آقا، من تعویض نمیشم ها، من نیاری بیرون ها، جدی من میخوام کاپا ببرم بالا. برو برو تک به تک، تیر 2 وای، یک دریبل دیگر، یک دریبل دیگر، تمام راه 6 تایی شد، تمام کار دیگه، منتظر سوت داور هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم، بزنین برود بیرون. و بله قهرمانی چمپیونز لیگ توسط تتلو تسخیر شد، فتح شد برای اولین بار توسط یک ایرانی. بله تتلو میاد و در آغوش بقیه بازیکن‌ها قرار میگیرد، بازیکنی که پوکر کرد تو این بازی بهترین بازیکن فینال چمپیونز لیگ شد. بله آقای تتلو رو مشاهده میکنید که بالاخره تونستش پس از این انتقالات توی 2 فصل چمپیونز لیگ رو فتح کنه واسه یک ایرانی. تتلو رو باید بندازیم بالا، کیو داریم میندازی بالا؟ اون چقدر غلط کردن مثلا روبن دیاز. بله تتلو دست میدن و تشویق میکنه و کاپم که میبرم بالا، تتلو هم پشت هستش. بله تمام، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما لایک و سابسکرایب کنید، یوتیوب فنا بکنید، اینستاگرام فالو بکنید، سیتر بسین به 70k کنید، واسه 100k. حالا نظرتون رو بنویسید که دوست داریم واسه پارت های بعدی چه کسی رو درست بکنیم، حتما اون رو انجام میدیم و فعلا تا ویدیوهای بعدی.